سلام، شهریار حکیمی هستم. این یه سری جدید در کانال یوتیوب اسپورتس ویسپره، سری که اسمش ویسپر پلاس نام داره. من توی این سری هر پنجشنبه میام راجع به اتفاقات هفته گذشته صحبت میکنم. این سری کلا ویدیوش از دو بخش تشکیل شده. من اول میام راجع به رشته‌ای که خودم دنبال میکنم، اتفاقاتی که افتاده، حواشی که افتاده با شما صحبت میکنم، و بعدش توی قسمت دوم که کارنامه نام داره، من میام تقریبا میتونم میگم بهترین و بدترین های هفته رو معرفی میکنم. شما هم میتونید بیاید نظرات خودتون رو تو بخش کامنت بنویسید، مخصوصا در رابطه با بخش کارنامه. بیاید MVP هفته تون رو مثلا مشخص کنید، لحظه منتخب و لحظه ناامید کننده تون رو بگید. پس بریم و این سری رو با هم شروع کنیم. از فوتبال و لیگ برتر انگلیس شروع کنیم، جایی که منچستر سیتی، آرسنال، برایتون و لیورپول 6 امتیازی هستند. هر دو تا بازیشون رو بردن. خب ما میتونیم بگیم مدعی اصلی که همون آرسنال و منچستر سیتی هستن، فعلا امیدوار کننده بودن، دو تا بازیشون رو بردن. برایتون خب تا اینجا ما رو شگفت زده کرده. البته خب دو تا بازی هنوز چیزی نیست که ما خیلی بخوایم مثلا جوگیرانه صحبت کنیم، ولی از یه طرفی لیورپول هم خیلی داره خوب بازی میکنه و تیم آرنه اسلات خیلی فوتبال جذابی ارائه داده. در رابطه با چلسی شاید بتونم اینطوری بگم که خود طرفدارای چلسی هم شاید انتظار خیلی زیادی این فصل نداشته باشن. خب بازی اولشون رو به سیتی باختن، انصافا خوبم بازی کردن توی اون بازی. بازی دومشون رو که دیگه 6-2 ولورهمپتون رو بردن، نانی مادوئکه هتریک کرد، کول پالمر هم هر سه تا پاس گل مادوئکه رو داد. یه اتفاق نادریه، کلا پنجمین باره که توی یه بازی از لیگ برتر انگلیس همچین اتفاق میفته. یه طرف دیگه ما منچستر یونایتد رو داریم. منچستر یونایتد که خب بازی اول توی بازی سخت تونست لحظات آخر با گل زیپسی ببره، ولی بازی دوم به برایتون باخت. کلا یونایتد یه جوریه که نمیدونم بگیم که تا میخوایم یه ذره بهش امیدوار بشیم ما رو ناامید میکنه. در رابطه با یونایتد توی بخش کارنامه من صحبت میکنم. و البته اینم بهتون بگم که در رابطه با لیگ برتر انگلیس قبل از اینکه کلا این فصل جدید شروع بشه، من با بهنام نصیری یه ویدیو ضبط کردم، لینکش رو توی دیسکریپشن گذاشتم، حتما اون ویدیو هم تماشا کنید. بذارید یه نگاهی هم به هفته دیگه داشته باشیم، جایی که منچستر یونایتد و لیورپول یک شنبه قرار به مساف هم برم که توی ویسپر پلاس هفته دیگه زیاد راجعش صحبت می‌کنیم. بریم لالیگا. در رابطه با لالیگا ذره با هم صحبت کنیم. ببینید این لحظه که من دارم ضبط میکنم پنجشنبه این ویدیو منتشر میشه، ولی من دارم چهارشنبه ضبط میکنم. بارسلونا 3 بازی انجام داده، هر 3 بازیشو برده. تیم هانسی فلیک خیلی خوب بوده، رابرت لواندوفسکی تحت هدایت فلیک کلا خیلی خوب میشه، تو هر 3 بازی خیلی خوب بوده. رئال مادرید و اتلتیکو مادرید هر کدوم 2 بازی انجام دادن، یه مساوی یه برد. در رابطه با رئال میتونیم بگیم اون ترکیب هنوز اونطوری موتورش روشن نشده، امباپه هنوز گلزنی نکرده، ولی خب احتمالا این اتفاقی نیست که مثلا خیلی طولانی مدت باشه و ما در ادامه میبینیم که موتور امباپه و همچنین خریده جدید اتلتیکو مادرید روشن میشه. در رابطه با لالیگا هم بهتون بگم که یک شنبه اتلتیکو مادرید و اتلتیک بیلبائو هم بازی دارن. برسیم به سری آ، جایی که خب تیمایی مثل میلان و روم شروع خوبی نداشتن، یه مساوی یه باخت. از طرفی ناپولی با آنتونیو کونته یه باخت یه برد داشته. تیمی که تا اینجا تونسته هر دوتا بازیشو ببره، بهتره بگم تنها تیمی که تونسته هر دوتا بازیشو ببره یوونتوس بوده. یوونتوس با تییاگو موتا تو این دوتا بازی 6 تا گل زده، هیچ گلی نخورده. اینتر هم که خب احتمالا شانس اول قهرمانی باشه، مساوی و یه برد داره. به نظر میاد که فصل جذابی داره سری آ. باید ببینیم یوونتوس تا کجا میتونه ادامه بده، احتمالا هم رقابت بین خود یوونتوس و اینتر باشه. هفته دیگه کلی بازی تو سری آ داریم. جمعه اینتر و آتالانتا رو داریم، شنبه میلان و لاتسیو با هم بازی دارن، یک شنبه هم یوونتوس و روم. در رابطه با تمام این بازی تو ویسپر پلاس هفته آینده صحبت میشه. بوندسلیگا هم که خب هفته اولش بود، تیمایی که ما دنبال میکنیم، تیمایی که احتمالا مدعی هستن مثل بایر مونیخ، مثل لورکوزن و همچین دورتموند بازیشون رو بردن، فعلا بوندسلیگا همچین چیز خاصی نداره که ما بخوایم بریم وارد جزئیات بشیم بیشتر صحبت کنیم. ولی اینو بدونید که شنبه لورکوزن و لایپزیگ با هم بازی دارن که بازی مهم هفته دوم بوندسلیگا است. وقتی شما دارید این ویدیو رو میبینید، اگر پنج شنبه همون ظهر اینا که منتشر میشه باشه، چند ساعت تا قرعه کشی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا مونده.
اگر هم جمعه ای وقتی دارید میبینید که دیگه اون قرعه کشی هم انجام شده، فرمت مسابقات لیگ قهرمانان اروپا از این فصل تغییر میکنه. یه ویدیو ساختم چند ماه پیش، فرمت جدید رو بهتون توضیح دارم، اونم دوباره لینکش همین بالا میاد، هم توی دیسکریپشن میاد، اون ویدیو هم تماشا کنید. بریم سراغ فرمول یک. اصطلاحاً دابل هدر داریم، هفته‌ای که گذشت گرنپری هلند برگزار شد و هفته‌ای که داره میاد گرنپری ایتالیا و در معبد سرعت مونزا. شاید بهتر باشه اینطوری بگم، دیدید میگن که یه سری مسابقات، یه سری بازی ها یه ترنینگ پوینتی دارن، انگار مثلا یه اعلان قدرته، انگار یه حرکتی درست میشه که تغییر قدرت رو به ما نشون میده. شاید گرنپری هلند این شکلی باشه، جایی که مکلارن و بهتره بگم هر دو تا راننده مکلارن شروع خوبی نداشتن، توی استارت کم آوردن، مکس ورستاپن رفت صدرنشین شد، ولی یه هولوش دوره 17 و 18 بود که لندو نوریس از مکس سبقت گرفت. نه تنها مکس تا آخر مسابقه نتونست دیگه بهش برسه، بلکه اختلاف 22 ثانیه‌ای شکل گرفت که نشون داد مکلارن چقدر خوب شده. واقعا زنگ خطر برای ردبول بود. مهم نیست که مثلا مکس میاد میگه نه ما باید آروم باشیم و اینا، به نظرم حرفای هلموت مارکو نشون میده که وضعیت واسه یه ردبول خوب نیست و مکلارن داره نزدیک میشه. هفته دیگه تو مونزا با توجه به پیستی که مستقیمای زیادی داره، سرعت مسابقه ماشینا به خوبی مشخص میشه. اگر مکلارن هفته دیگه هم خوب باشه، روی کاغذ حتی میتونه بیاد صدرنشین جدول تیمی بشه. یعنی هفته دیگه تو قسمت دوم ویسپر پلاس رسما من میتونم بیام به شما بگم که الان مکلارن صدرنشین شده. اتفاقی که من فکر کنم تا مثلا 15 16 تا مسابقه فصل گذشته باشه، من فکر کنم تقریبا 20 سال این اسم ما ندیدیم، اگر 2008 تو فاکتور بگیریم که خب 2008 به راحتی میتونستن قهرمان میشن، ولی با اتفاقاتی که افتاد کلن از جدول تیمی حذف شدن. خیلی وقت توی این مقطع فصل ما ندیدیم که مکلارن سرنشین جدول تیمی باشه. هفته دیگه گرنپری ایتالیا تو مونزا رو از دست ندی. در رابطه با موتو جی پی هم بگم که هفته دیگه ما موتو جی پی هم داریم، یعنی هم موتو جی پی برگزار میشه هم فرمول یک. یه یک شنبه جذابیه، همون سوپر ساندی های معروف که دیگه کم کم داریم واردش میشیم و یک شنبه شلوغی در راهه. بریم سراغ تنیس، جایی که آخرین گرند اسلم سال یعنی یو اس اوپن شروع شده. فعلا یه راند برگزار شده، یعنی این لحظه‌ای که من دارم ضبط میکنم مدعی هر کدوم یه بازی کردن. خب مدعی های اصلی مثل جوکوویچ، مثل سینر، مثل آلکاراس، مثل مدودف بازیشون رو بردن. دو تا تنیسور شناخته شده تو همین راند اول حذف شدن، یکی هولگرونه بود، یکی هم استفانو سیتسیپاس. استفانو سیتسیپاس داره میشه دیگه مظهر ناامیدی در تنیس. اصلا چطوری بگم، یه طوری روی مخ ما اینه استفانو سیتسیپاس. 5-6 سال مطرح شده، ما حداقل 3 سال هی منتظریم که اصطلاحاً اون جامپو انجام بده، بره وارد یه سطح جدیدی بشه، ولی همش داره ما رو ناامید میکنه. اگر اشتباه نکنم سیتسیپاس هیچ وقت از دور سوم یو اس اوپن بالاتر نرفته، یعنی اصطلاحاً هیچ وقت هفته دومو نیده. یکی از بچه‌ها حرف جالبی میزد، میگفت به خاطر این که مثلا ببینید که تنیس در چه شرایطی قرار داره، به بکنده یک دستی سیتسیپاس توجه کنید. میگفت این بکندا الان 4 سال 5 سال هیچ پیشرفتی نکرده و ما آن فورس ارورای سیتسیپاس رو میبینیم، انگار تو این 5-6 سال بعضن حتی بیشتر هم شده بعضی وقتا، و این خب نشون میده که اوضاع واسه سیتسیپاس خوب نیست. الان توی سنیه که واقعا اصطلاحاً باید پرایمش باشه، باید اوج دوران حرفه‌ایش باشه، ولی همچنان داره ما رو ناامید میکنه. یه اتفاق جالبم توی یو اس اوپن افتاد، بازی دن ایونز و کارن خاچانوف 5 ساعت و 35 دقیقه طول کشید، یعنی رسما شد طولانی ترین بازی تاریخ گرند اسلم یو اس اوپن. من اینم بهتون بگم که کوروش کازرانی تو پسینگ شات اونم اتفاقا یه سری جدید رو انداخته که هفتگی داره تنیس رو مرور میکنه. در رابطه با یو اس اوپن هم زیاد صحبت میکنه، کانالش رو دنبال کنید. و اینم بهتون میگم هفته دیگه خب این موقع ما خیلی صحبت های بیشتری در رابطه با تنیس داریم، باید بذاریم یه ذره یو اس اوپن بیشتر بگذره. پرو رسلینگ یا همون کشتی حرفه‌ای هم چیزی هست که هیچ وقت نمیخوابه، یعنی اصلا نه پیش فصل داره نه پایان فصل داره، هیچی نداره، کل سال پرو رسلینگ در جریانه. هفته که گذشت رویداد آل این توی کمپانی AEW داشتیم، جایی که توی ویمبلی لندن برگزار شد.
خیلی رویداد خوبی بود. یعنی شما اگر با سال پیش مقایسه میکردید میدیدید که خود AEW چقدر پیشرفت کرده. چند تا مسابقه خوبی هم دیدیم، داربی آلن جک پری رو دیدیم، MJF و ویلاسپری رو دیدیم، ولی خب شاهکار اصلی مسابقه برایان دانیلسن و سورو استریکلن بود، جایی که برایان دانیلسن یا همون به قول خودمون قدیمی ها دانیل برایان تونست برنده بشه. مخصوصا اون آخرش که برنده شد جشن گرفتن یه ذره حسال 2014 و رسلمنیا داشت، ولی خب دانیل برایان یا همون برایان دانیلسن خیلی عملکرد خوبی داشت. اصلا مسابقه اینقدر مسابقه خوبی بود، من دیدم حتی توی توییتر بعضی از طرفدارای AEW از این رشته ها درست کرده بودن، من نوشته بودن حتی این بهترین مچ تاریخ حدودا 5 ساله AEW اینو گفتن و مسابقه خیلی خوب بود. توی کانال هایلایت و مستند اسپورتس نوتس هم من گذاشتم، حتما رو تماشا کنید. هفته دیگه هم بشین برلین رو داریم، جایی که قرار چند تا مسابقه برگزار شه. کودی روز و کوین اوون سر کمربند اصلی WWE، گونتر توی اولین تایتل دیفنسش باید جلوی رندی اورتن قرار بگه، سی ام پانک و درو مکینتایر یه استرپ مچ دارن، اون طرف جاجمنده هم داریم که ریال ریپلی و دیمن پریست قرار جلوی دامینیک و لیف مورگن قرار بگیرن. من اینو بهتون بگم، بشین برلین یه ویدیو جدا ازش من میسازم، یه مهمون ویژه هم داریم، مهمونی که اولین بار توی اسپورتس ویسپر میاد و ما قرار کلی با هم ویدیو بسازیم. پس اینم بهتون بگم، بشین برلین رو هفته دیگه تماشا کنید، لینکاش توی کانال تلگرام قرار میدم و یه ویدیو ویژه هم توی یوتیوب میسازم. هیچ اتفاقی نیفتاد، همین 4 تا رشته که بررسی کردم هلوش یک ربع زمان برد. خب حالا بریم سراغ بخش کارنامه، جایی که من میام MVP هفته رو مشخص میکنم. حالا درسته اون پی به عنوان most valuable پلیره، ولی اون پیو ما میتونیم هم بازیکن قرار بدیم، هم رویداد قرار بدیم، هم مسابقه قرار بدیم، یه اتفاق قرار بدیم. من میام لحظه برتر هفته رو مشخص میکنم و میام از ناامیدی هفته میگم. همه اینا هم میشه رویداد باشن، بازیکن باشن، تیم باشن. بچه ها خب دقت کنید، اینا شخصیه. الان شخص شهریار حکیمی داره اینا رو میگه، شاید مثلا MVP شما تو این هفته یکی دیگه باشه، ناامیدی شما یکی دیگه باشه. من خب تا جای ممکن ورزشی که دنبال کردم یه لیستی درست میکنم و از روی این لیست به شما میگم که بهترین اینا چه کسایی هستن. و اگر زیاد باشه من رده بندی میکنم، میام مثلا بهتون میگم کیا هستن و در نهایت برنده خودم رو مشخص میکنم. شما هم توی بخش کامنت میتونید بیاید تو این سه دسته بنویسید که بهترین ها بدترین ها واسه شما کیا بودن. لحظه منتخب خیلی زیاد داشت، مثلا همون خود آل این جایی بود که استینگ برگشت لحظه منتخب بود، لحظه‌ای که برایان دانیلسون برد میتونست لحظه منتخب باشه، حتی فرمول یک، حتی فوتبال. ولی لحظه منتخب من توی اولین قسمت سری ویسپر پلاس تعلق میگیره به بازی بیسبال لیگ MLB، جایی که ینکیز و راکیز به مسافه هم رفتن. توی یه مقدم رو دیدیم آرن جاج، خونسوتو و جان کارلو استنتین هر ستایی پشت سر هم هومران زنن. خیلی لحظه جذابی بود، توی تلگرام اونو کار کردن، مخصوصا نیمکت یا استلان داگاوت ینکیز رو میدیدید همه داشتن جشن میگرفتن، خیلی لحظه ویژه‌ای بود. اما ناامیدی هفته من یه کاندید واسش داشتم، منچستر یونایتد بود. بهتون گفتم توی بخش کارنامه به منچستر یونایتد اشاره میکنم. این باختای لحظه آخری انگار داره به امضای تیم اریک تن هاگ تبدیل میشه، انگار این لحظات آخر چیزی که ما از منچستر یونایتد فرگی تایم سراغ داشتیم داره برعکس اتفاق میفته و منچستر یونایتد لحظات آخر داره بازی رو میبازه. ولی خب ناامیدی هفته رو من میدم به گیبل استیفسن، قهرمان کشتی آزاد سنگین وزن توی المپیک 2020، کسی بود که بعد از المپیک توکیو مدال طلا گرفت ولی اومد و گفت من راه کرتنگل رو برم پرو رسلینگ. تقریبا 3 سال توی WWE بود ولی خب دیدن که اصلا نمیتونن از این یه شخصیت کشتی حرفه‌ای بسازن. بعدش اومد فوتبال آمریکایی با بافالو بیلز قرار داد بس و همین دیروز یعنی سه شنبه خبرش اومد که بافالو بیلز هم قراردادش رو فسخ کرده و کسی که یکی از بهترین کشتیگیرا بود و مدال طلای المپیک هم گرفت تو دوتا رشته بعدیش نتونست موفقیتی کسب کنه. پس ناامیدی هفته هم همینم به گیبل استیفسن. کاندید برای MVP هفته خیلی زیاد بود. راستش من مثلا یکی از کاندیدام خود برایان دانیلسن بود که توی AEW هم قهرمان شد، رینگ آف آنر رو قهرمان شده، WWE قهرمان شده، اینجا داره قهرمان میشه و
خب خیلی مثلا حرکت خوبیه. حالا درسته خیلیاتون شاید قبول نداشته باشید، ولی کار سختی بوده. من میخواستم شوی اوتانی رو حتی MVP کنم، کسی که به رکورد 40-40 رسید، یعنی 40 هومران و 40 بیس دزدی، پنجمین بازیکن تاریخ MLB شد. حتی آرون جاج هم میتونست MVP این هفته باشه، کسی که واقعا استلان توی این پیس قرار داره که رکورد امریکن لیگو بشکونه و بیشترین هومران رو یه بار دیگه خودش ثبت کنه. لندو نوریس میتونست MVP این هفته باشه، کسی که خب وقتی شما با اختلاف 22 ثانیه برنده میشی، اونم جلوی ردبول، اونم جلوی مکس ورستاپن، واقعا استحقاق اینه که MVP بشی رو داری. ولی ما یه ورزشکار داریم که به نظر من واقعا باید بالاتر از همه اینا MVP اولین قسمت ما باشه، اونم کسی نیست جز آرماند موندو دوپلانتیس، کسی که توی لیگ الماس لهستان دوباره اومد رکورد زد، 6 متر و 26 سانتی متر پرش با نیزه، اومد رکورد خودش رو برای دهمین بار شکست. همین چند هفته پیش توی المپیک پاریس رکورد زد و قهرمان شد، حالا دوباره اینجا رکورد زد و همش هم داره اون جایزه 100,000 تایی شکستن رکورد هم میگیره. پس MVP اولین قسمت ما هم آرمان دوپلانتیس شد. همونطور که بهتون گفتم شما میتونید بیاید نظرتون رو بنویسید، بگید قسمت اول چی بود، دوست راجع به چه قسمت ها، چه بخش ها، چه رشته هایی بیشتر صحبت شه. در رابطه با بخش کارنامه هم نظرتون رو بگید و بهترین ها بدترین هاتون رو مشخص کنید. امیدوارم از این قسمت راضی باشید. هر هفته پنجشنبه یوتیوب اسپورتس ویسپر با من شهریار حکیمی همراه باشید. پس تا قسمت های دیگه.